سلام، وقتتون بخیر. امروز میخواییم یه تراز لیزری نقلی و کوچیک و خوش قیمت رو بهتون معرفی کنیم که حتما باید تو جعبه ابزارتون داشته باشید. ML100 هیوندای یه تراز لیزری خوبه که واقعا اگه امکان خرید تراز لیزری های گرون قیمت رو ندارید، این گزینه میتونه براتون مناسب باشه. دیگه جای بهونه نداره که کیفیت کارتون رو بتونید با یه تراز خوب افزایش بدید. میخوام جعبه گشایی کنیم ببینیم محتویات این جعبه چی هست. نکته اول، مثل همیشه میگیم اطلاعات روی جعبه رو بخونید، ما میخوایم این کار رو انجام بدیم، پس با هم میریم جلو. مدلش ML100 در 10 متر طولی که به شما نور میده مثبت و منفی 4 میلیمتر ممکنه خطا داشته باشه، اما ما همیشه میگیم که اگه سطحتون تراز باشه این خطای به حد اقل میرسه. به اندازه 2.5 درجه مثبت و منفی 2.5 درجه امکان خودترازی داره. یه سیستم پاندولی در داخل تراز لیزری وجود داره، حالا اکثر تراز لیزری ها تقریبا همشون، و همین ML100. در ML100 حدوداً 2.5 درجه حالت خودترازی داره. اگه یه مقداری کفتون کج باشه یا ترازو بد نصب کرده باشید، سیستم پاندولی سعی میکنه که این 2.5 درجه رو جبران کنه. نکته بعد این که کلاس لیزرش از نوع کلاس 2 هست. کلاس 2 یا کلاس 2 یعنی این که شما اگر احیانا نور لیزر رو ببینید به چشمتون آسیب نمیرسه، اما نباید در طولانی مدت به لیزر خیره بشید. عرض خط لیزر در طول 10 متر به حدوداً 4 میلیمتر میرسه. اینم یه اطلاعات دیگه که اینجا وجود داره. در منفی 10 درجه سانتیگراد تا مثبت 45 درجه سانتیگراد میتونید از این دستگاه به راحتی استفاده کنید. اگه دما بیشتر از این یا کمتر از این بشه، قاعدتا کارکرد دستگاه رو طبق آنچه که اینجا نوشته مختل میکنه. و حالا در مورد طول و عرض و ارتفاعش میگه که 65 میلیمتر در 65 میلیمتر در 68 میلیمتر، یه مکعب مربع خیلی خوش ساخته. باز کنیم جعبه رو ببینیم که محتویاتش به چه صورته. مثل همه محصولات هیوندای، در واقع همه تراز لیزری های هیوندای، یک کیف برزنتی داره که میتونید تراز و پایه و محتویاتش رو در داخلش قرار بدید. مثل باتری، یک کارت گارانتی و دفترچه دستگاه هم در داخلش قرار داره. در داخل کیف برزنتی این دستگاه یک پایه و خود تراز وجود داره. کیف رو میذاریم کنار. همونطور که عرض کردم یه تراز خیلی همچین خوش ساخت و کوچولو و خیلی راحت هم تو جعبه ابزارتون جا میشه. اگه احیانا نمیخواید زیاد هزینه کنید و کارهای ساده انجام میدید، همین تراز لیزری کفایت میکنه. امکان نصب تراز روی پایه های، در واقع سپایه های عکس برداری، فیلم برداری یا سپایه تراز رو دارید بدون مشکل با استفاده از مانت مخصوصش یا کفشک، هر اسمی که دوست دارید. در کنار دستگاه یه سلکتور وجود داره که با باز کردنش یا تغییر حالتش میتونید دستگاه رو روشن کنید، نور لیزر روشن میشه و حالت پاندولش هم از حالت قفل به حالت آزاد تغییر میکنه و یه تکون خیلی ریزی هم میخوره. خیلی مهمه، میخواید دستگاه رو جابجا کنید، اصلا نباید در حالت باز باشه یا دستگاه روشن باشه، حتما خاموشش کنید و ازش استفاده کنید. زمانی هم که خاموش میشه کلا دستگاه قفله و این پاندول تکون نمیخوره، اما زمانی که روشن میکنید یه لرزش کوچولویی داره که همین لرزشه باعث میشه که کالیبره دستگاه به هم بریزه یا اینکه اون سیم ارتباطی لیزر و باتری قطع بشه. جنس بدنه از پلاستیک مقاومه که یه روکش لاستیکی مانع از این میشه که ضربات یا تنش‌های ریز و سنگین به این دستگاه آسیب برسونه. استاندارد IP54 رو داره، یعنی اینکه دستگاه در برابر رطوبت، آب و گرد و خاک یه مقاومت حد اقلی رو داره و شما میتونید توی پروژه های مختلف ازش استفاده کنید. اگه یه رطوبتی ایجاد شد، یه آبی برخورد کرد به دستگاه یا گرد و خاکی اومد، میتونید با یه دستمالی پاکش کنید، اما در معرض فشارهای سنگین و حالا بارون یا رطوبت سنگین قرار ندید. سعی کنید از دستگاه به خوبی استفاده کنید. اینجا مخزن باتریش وجود داره که 3 تا باتری نیم قلمی روی این دستگاه نصب میشه، میتونید ازش 8 ساعت همونطور که در کاتالوگ دستگاه نوشته است استفاده کنید. اگرم نمیخواید یه موقعی از دستگاه در طولانی مدت استفاده کنید، باتری رو از جای خودش خارج کنید و حتما قفل پاندولش هم فعال کنید. دو تا لیزر داره، یه خط عمودی یه خط افقی. در نهایت آنچه که به شما میده
روی دیوار یه به اضافه قرمز رنگ هست. با توجه به اینکه دستگاه ساختارش کوچیک‌تره نسبت به ترازهایی که ما قبلا معرفی کردیم، یه مقدار طول نورش کمتره، حدودا 10 تا 10 متر رو میتونه ساپورت کنه، اما عرض کردم برای پروژه‌های کوچیک مناسبه. لایک و شیر و کامنت رو فراموش نکنید که از ما حمایت میکنه برای اینکه بیشتر دیده بشیم. منتظر ویدیوهای بعدی ما باشید. ارادتمندیم.